سلام چهارشنبه سوم خرداد 91 23 می 2012 میلادی ذیل پنج سرفصل امروز صحبت میکنیم سرفصل اول بحث اعتراضات در اعتراضی که در تبریز و ارمیه به عمل اومد اخبار درونی ها که از این است که در سپاه ارمیه اختلاف بروز کرده و بخشای های سپاه مخالف سرکوب مردم بودند و به ناچار نیرو از بیرون از ارمیه برای سرکوب مردم آوردن جو امنیتی کماکان در تبریز و ارمیه ادامه داره برنامه زیستمویتی سازمان ملل بر اساس عکس های ای اعلام کرده که وسعت دریاچه ارمی از 6100 کیلومتر مربع به 2366 کیلومتر مربع یعنی کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و سطح آب دریاچه هم 7 متر پایین افتاده سازمان ملل اختار کرده که فاجعه زیست محیطی مثل دریاچه آرال در شرف تکوینه که در صورت خوش شدن دریاچه ارمیه در شعاع 500 کیلومتری دریاچه 76 میلیون نفر زندگی می کنند که با توفانهای نمک مواجه خواهند شد و زندگیشون مختل خواهد شد. در خصوص سپاه اظهارات آقای علی متحری در مورد دخالت سپاه در انتخابات واکنش های مختلفی رو داشته از جمله جمعی از بسیجیان دانشجو هم جلوی مجلس تجمع داشتن برای آقای متحری خط و نشون کشیدن اما مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم در نطخ خودش اعلام کرد که اسنادی از دخالت سپاه در حوزه انتخابی خودش سمنان داره که حاضر ارائه بکنه البته خود آقای متحری رندانه صحبت خودش رو کمی محدود کرد و اعلام کرد عده محدودی از سپاه در انتخابات دخالت کردند و پاره دیگه از بخش های سپاه مخالف بودند. آقای لاریجانی هم در صحبتش این اتهام آقای متحری رو رد نکرد فقط گفت باید ادبیات بهتری رو در خصوص نهادهای انقلابی به کار برد به هر صورت در حوزه اعتراضات در دانشگاه علم و صنعت 180 نفر از دانشجویان خطاب به ریاست دانشگاه به محدودیت هایی که برای دختران دانشجو برای ورود به رشته های کارشناسی ارشد و در کلاس ها قائل شدن اعتراض کردند. در دانشگاه بوالی همدان هم, هم دانشجویان رشته زمینشناسی با تجمع و مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه به مسئله تفکیک جنسیتی و فشارهایی که به دانشجویان میارند در تفکیک جنسیتی اعتراض کردند معلمان پیش استان گیلان هم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع داشتند دیروز و خواستار حمایت نمایندگان از درخواست سنفی خودشون شدن اما بحث دوم در خصوص داستان اتمی تحریم ها و وضع اقتصادی کشوری آقای آمانو در بازگشت از تهران در وین اعلام کرده که توافق نامه ای آماده شده و در آستانه امضا با جمهوری اسلامی قرار داره که در صورت امضا ایران موافقت خواهد کرد که بازدید از تأسیسات هسته ای ایران که آژانس میخواد رو تسهیل بکنه و بتونه انجام بشه گفته میشه که آقای خامنه ای به سعید جلیلی اختیارات تام میداده که به هر شکل قنیسازی سه درصدی رو حقش رو برای ایران بگیره یعنی تازه برگردند به ده سال پیش توافقنامه پاریس که بیخردانه حکومت به خصوص بعد از دولت احمدی نژاد و حرفای آقای علی لاریجانی اون رو کنار گذاشتن این همه خسارت و تحریم به بار اومده و حالا زور میزنند برگردند به اون ده سال قبل بخشنامه محرمانه ای رو هم شورای امنیت ملی به مطبوعات کرده که به راجع موفقیت مذاکرات بغداد مطلب بنویسند، اما خیلی هم وعده رفع همه تحریم ها و اینها رو به مردم بدن چرا که احتمالا خودشون هم متوجه شدن که چنین خبری نیست البته خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان پیشاپیش پیش بر تبل پیروزی کوبیدن و به استقبال پیروزی مذاکرات بغداد رفتند. اما سایت جرس هم خبر داده از اینکه بخشنامه محرمانه ای رو بخش نظامی دفتر رهبری به همه فرماندهان نظامی کشور سپاهی و ارتشی کرده و خواسته که در سباه آینده هیچ اظهار نظری علیه آمریکا یا کشورهای منطقه نکن. در خصوص وضعیت اقتصادی فشار افزایش قیمت های به خصوص سوخت و انرژی روی هزینه تولید کماکان گلوی تولید رو فشار میده نماینده مهابات هشدار داده از اینکه دامداری ها با قیمت تثبیتی شیر کیلو 630 تومن در آستانه ورشکستگی قرار دارند وعده های دولت برای دادن علوفه ارزان هم محقق نشده و به دلیل افزایش قیمت تمام شده در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و گاو شیرده روانه کشتارگاه ها می شد. متروی تهران هم بین 12 تا 20 درصد با تصویب شورای شهر تهران گران شد. اما زیل سرفصل حقوق بشر باید محاکمه 13 شهروند عرب اهوازی رو مطرح کرد که 6 نفر از اونها با اتهام محاربه مواجه هستند که خطر اعدام رو داره حادی راشدی با لگن شکسته در دادگاه حاضر شد و حاشم شعبانی که متهم دیگه اعلام کرد به قاضی که تحت شکنجه های وحشیانه با آب داغ و انواع روش ها بوده و هر دو نفر اظهاراتی رو که قبلا به شکل اعترافات تلویزیونی ازشون در پرس تیوی پخش شده بود رو تکذیب کردن و گفتن زیر شکنجه این اعترافات رو کردن در دانشگاه مازندران بعد از اینکه دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه منصور فیروزی دچار تشنج شد و مسئولین اهمال کردند در انتقالش به بیمارستان و منجر به فوت او شد دانشجویان تجمع اعتراضی در مقابل دانشکده علوم انسانی داشتند که منجر به دستگیری چهار نفر از دانشجویان دانشگاهه مازندران شد همینطور پنج نفر از دانشجویان دانشگاه رو از ورود به دانشگاه من کردند و تعدادی رو هم به حراست و نهادهای امنیتی دانشگاه احضار کردند ماشین اعدام در هفته گذشته یکی از خونبارترین هفته های ایران رو رقم زده و با رکورد 56 اعدام در یک هفته به طور متوسط هر سه ساعت یک نفر در ایران ادام شده محمود دردکشان از بنیانگذاران سپاه اصفهان و سپاه سیستان و بلوچستان و از همرزمان داوود کریمی اولین فرمانده سپاه تهران برای دهمین ده بار راهی زندان شد برای تحمل یک سال حبسی که اخیرا محکوم شده خانواده خدا صابر هم اعلام کردند که برخلاف اظهارات آقای محسنی اجهی هیچ کس به اونها نگفته پرونده مختوم است و با توجه به اظهار نظر پزشکی قانونی که آثار ضرب و شتم رو روی جمجمه هدا سابر گزارش کرده احتمالا در بهداری اوین قبل از فوت هدا سابر مصر هستند خانواده که پرونده رو پیگیری بکن مبحث بعدی در خصوص سیاست ایرانه آقای هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی در جمع دانشجویان به مصباح یزدی حمله کرده و گفته کسانی که مخالف مبارزه با شاه بودند امروز تندروها رو هدایت می کنند و برای کشور راه حل تجویز می کنند سفیر جمهوری اسلامی در باکو هم در اعتراض به توهین به مقدسات یعنی تظاهراتی که در جلوی سفارت تهران در باکو بود به تهران برگشته تنش در روابط دو کشور باز هم بالا گرفته حکم تعطیلی خانه سینما از سوی دیوان عدالت اداری نقض شد و خانه سینما اعلام کرده که از امروز به فعالیت خودش رو از سر خواهد گرفت اما وزارت ارشاد حکم دیوان عدالت رو تکذیب کرده اما سرفصل پنجم ما بحث حوادث منطقه است در بحرین عبدالهادی الخاجه فعال حقوق بشر و آزادی خواه با صندلی چرخدار به همراه 20 نفر در دادگاه حاضر شد اعلام کرد بعد از 100 روز اعتصاب قضا دچار او رو شکنجه کردند به زور بهش قضا خوروندن و به دروغ بهش گفتن دخترش رو دستگیر کردن به زندانی در عربستان فرستادن کاری که بازجوهای جمهوری اسلامی دائما میکنن و دروغ به متهمین تحویل دادن و به هر حال اعلام کرده که نه دادگاه رو قبول داره و نه وجهی داره که او در زندان بماند در سوریه هم خبر میرسه از اینکه اولین محموله نسل سلاح نسل سوم ضد تانک سلاح های پیشرفته ضد تانکی که میتواند تانک های تی 72 دو ارتش سوریه را هدف بگیره از طریق قطر و عربستان تحویل مخالفین شده و بمب کنار جاده هم از طریق ترکیه تحویل اونها شده که به این ترتیب ارتش سوریه را احتمالا مقدار زیادی مخالفین میتوانند زمین گیر کنند گفته میشه این سلاح با نظارت امریکا و با رضایت امریکایی ها تحویل شدند که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی